یوحنا بابی هشتم. لیکن عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به معبد آمد و تمام مردم نزد او آمدند و او نشسته آنها را تعلیم می داد. در این وقت کتابدانان و فریسیان زنی را که در عمل زنا دستگیر شده بود نزد او آوردند و در میانه بپا نهاده با او گفتند: استاد، این زن در عمل زنا دستگیر شد و موسی در شریعت به ما گفته است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو چی میگویی؟ این را برای آزمایش به او گفتند تا که دلیل یافته او را عیبدار کنند. لیکن عیسی خم شده با انگشتش بر روی زمین چیزی می نویشت. چون در سوال اصرار نمودند، او راست شده به آنها گفت: آن که از شما بی‌گناه است، اولین کسی باشد که به وی سنگ اندازد. و باز خم شده بر زمین نوشتن گرفت. چون شنیدند وجدانشان ناراحت شد و از پیران سر کرده تا کسی آخرین پسی یک دیگر برآمده رفتند. و عیسی تنها ماند و زن در میانه بپا می ایستاد. عیسی چون راست شد و غیر از زن هیچ کس را ندید، به وی گفت: ای زن، دعواگران تو کجا شدند؟ آیا کسی تو را محکوم نکرد؟ هیچ کسی ای آقا. عیسی به وی گفت: من نیز تو را محکوم نمی کنم، بیرا و دیگر گناه نکن. و عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی راه نپیماید بلکه نوری حیات را یابد. تو بر خود شهادت می دهی، شهادت تو راست نیست. گرچنده که من بر خود شهادت می دهم، شهادت من راست است، زیرا من می دانم که از کجا آمدم و به کجا می روم. لیکن شما نمی دانید که من از کجا آمدم و به کجا می روم. شما از روی جسم داوری می کنید، ولی من هیچ کس را داوری نمی کنم. و اگر من داوری کنم، داوری من راست است، چون که من تنها نیستم بلکه پدری که مرا فرستاد با من است. و نیز در شریعت شما نوشته شده است که شهادت دو کس راست است. من بر خود شهادت می دهم و نیز پدری که مرا فرستاد بر من شهادت می دهد. با او گفتند: پدری تو کجاست؟ عیسی جواب داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدری مرا. اگر مرا می شناختید، پدری مرا نیز می شناختید. این سخنان را عیسی در نزد گنجینه هنگامی که در معبد تعلیم می داد گفت و هیچ کس او را دستگیر نکرد، چون که ساعت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به آنها گفت: من می روم و شما مرا خواهید جست و در گناه خود خواهید مرد. و آن جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید. نه خود که او می خواهد خود را بکشد. کی می گوید به آن جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید؟ به آنها گفت: شما از پایین می باشید، من از بالا. شما از این جهان هستید،
لیکن من از این جهان نیستم. از این سبب به شما گفتم که در گناه های خود خواهید مرد. زیرا اگر ایمان نآورید که این من هستم، در گناه های خود خواهید مرد. با او گفتند: تو کیستی؟ عیسی به آنها گفت: همانم که از اول هم به شما گفتم. من چیزهای بسیار دارم که در حق شما بگویم و داوری کنم، لیکن فرستنده من حقیقی است و من هرچی از او شنیدم به جهان میگویم. آنها نفهمیدند که او به آنها درباره پدر سخن میگوید. عیسی به آنها گفت: وقتی که پسر آدم را بلند برداشتید، خواهید فهمید که این من هستم و هیچ عمل را از خودم نمی کنم، بلکه آنچه را که پدرم به من تعلیم داد می گویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا که من همیشه اعمال پسندیده او را به جا می آورم. چون این را گفت، بسیار کسان به او ایمان آوردند. آنگاه عیسی به یهودیانی که به او ایمان آوردند گفت: اگر شما در کلام من بمانید، حقیقتاً شاگردان من خواهید بود و راستی را خواهید شناخت و راستی شما را آزاد خواهد کرد. با او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هیچگاه غلام کسی نبودیم. پس چیسان تو میگویی که آزاد خواهد شد؟ براستی به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است. لیکن غلام همیشه در خانه نمیماند، پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند، حقیقتاً آزاد خواهد بود. میدانم که فرزندان ابراهیم هستید، لیکن میخواهید مرا بکشید، چون که کلام من در شما نمی گنجد. من آنچه نزد پدر خود دیدم میگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیدید میکنید. آنها در جواب او گفتند: پدر ما ابراهیم است. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم میبودید، اعمال ابراهیم را به جا می آوردید. ولیکن حالا میخواهید مرا بکشید و من شخصی هستم که راستی را آنچنان که از خدا شنیدم به شما میگویم. ابراهیم چنین کاری نکرده است. شما اعمال پدر خود را میکنید. به او گفتند: ما از زنا تولد نیافتیم. ما یک پدر داریم که خدا باشد. عیسی به آنها گفت: اگر خدا پدر شما میبود، مرا دوست میداشتید، چون که من از جانب خدا برآمده نزد شما آمده ام. زیرا که من به اراده خود نآمدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا کلام مرا نمیفهمید؟ چون که کلام مرا نمیتوانید بشنوید. پدر شما ابلیس است و شما میخواهید آرزوهای پدر خود را به عمل آورید. و از ابتدا قاتل بود و در راستی ثابت نماند، زیرا که در وی راستی نیست. وقتی که وی سخن دروغ میگوید، از آن خود را میگوید، زیرا که وی دروغگوی و پدر دروغ است. لیکن از بس که من سخن راست را به شما میگویم، به من ایمان نمی آورید. کیست از شما که مرا به گناه طعنه زده تواند؟ پس اگر من سخن راست را گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به آن سبب گوش نمی دهید که از خدا نیستید. آنگاه یهودیان در جواب او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ من دیو ندارم، بلکه پدر خود را حرمت میکنم. ولی شما به من بی‌حرمتی میکنید. من جلال خود را طالب نیستم، یکی هست که طالب و داور میباشد. براستی به شما میگویم، کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مرگ را نخواهد. یهودیان به او گفتند: اکنون دانستیم که تو دیو داری. ابراهیم و انبیا مردند، ولی تو میگویی کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مزه مرگ را نخواهد چشید. آیا تو از پدر ما ابراهیم که مرد و از انبیا که نیز مردند بزرگتر هستی؟ تو خود را کی میدانی؟ اگر من خود را جلال دهم، جلال من هیچ چیزی نباشد. مرا پدر من جلال میبخشد که در حقی شما میگوید او خدای ماست و او را نشناخته اید، لیکن من او را میشناسم. و اگر بگویم که او را نمیشناسم، مثل شما دروغگوی میشوم. لیکن من او را میشناسم و کلام او را رعایت میکنم. پدر شما ابراهیم شاد بود که روزی مرا ببیند و دید و شاد گردید. یهودیان به او گفتند: هنوز 50 سال هم نیستی و تو ابراهیم را دیده ای؟ عیسی به آنها گفت: و
براستی براستی به شما میگویم. پیش از آن که ابراهیم پیدا شد، من هستم. آنگاه سنگ برداشتن تا که او را سنگسار کنند. لیکن عیسی پنهان شد و از میان آنها گذشته از معبد بیرون شد و رفت.